خارج از کشور. خداوندا به آن نور نظر در دیده جا بنما، به قدر انتظار ما جمال مدعا بکشم. نرنگ از طرب داریم و نی از خرمی بوی وطن گم کرده ایم، آینه ما را به ما بنما. شفیع جرم معجوران به جز عیرت چی می باشد؟ شفیع جرم معجوران به جز عیرت چی می باشد؟ هم یک مصره دیگه آخرش از یاد برد. به هر حال بینندگان بسیار عزیز و ارجمند، سلام های گرم و نرم پر حرارت به خدمت هر یک شما و تمام شما از صمیم قلب. نادر کمیاب تقدیم میکنم امید است در هر شهر و دیاری که هستین از نعمت صحت و سلامتی برخوردار و گزند روزگار از هر یکتان دور و مخصوصاً از جوانان و نوجوانانتان دورتر باشد. در این روزهای تعطیلی که در امریکاست، بینندگان بسیار عزیز محترم، برنامه مشاهره و مصاحبه امروز مثل روزهای گذشته 2 ساعت خواهد بود تا ساعت 3:30 دوام خواهد داشت و خدمت شما بینندگان محترم گفت و گفتار بنده یک اندازه امکان داره که بیشتر باشه. من کوشش میکنم که مختصر صحبت کنم، اما چون موضوع مهم است ببینیم که چی خواهیم کرد. بعد از شنیدن یک آهنگ از شما بینندگان خواهیم شنید که شما چی خواهیم گفت. امیدوار هستم که اشخاصی که زنگ میزنن اگر معلومات دارن راجع به موضوع صحبت بکنن، با اصطلاح که ما داریم از اوا در اوا گز نکنن. ما بسیار خوش میشم که دوستان زنگ بزنن راجع به موضوعی که بنده صحبت میکنه صحبت. اما قسمی که عرض کردیم خدمت دوستان بسیار عزیز و محترم، امروز است روز آزادی امریکا، روز استقلال امریکا که از دست انگلیس ها استقلال را گرفت. آقای راغب هم ترسن از دست انگلیس است، انگلیس ها بود تو براستی من اما نیفهم برسه یاد آقای راغب بود تو میتونه که الان مهم نگفتم 99% از دست انگلیس ها بود که آزادی خود امریکا گرفتن. یکانه وقت از کلی آدم میره که بگم دعا کنه که یکی دیگه گرفته باشم قصه دفعه بیشتر باره. امروز روز آزادی است و یک رخصتی بسیار عام و تام است در این مملکت که هر کس در خانه است و ما بسیار خوش و خوشوقت هستم که یک تعداد از وطنداران ما که در
دی ایریا یا در هر گوشه و کنار امریکا که زندگی می کنن، در وقتی که برنامه بنده است یا در کار هستن یا از خانه بیرون به هر ملحوظی که است. امروز روزایی است که تعداد زیاد ما مردم در این وقت در خانه است و امید است که اشخاصی که برنامه بنده را تماشا می فرمایند، اگر وقت داشته باشد بنشینند و گوش فرا بدهند به گفتار بنده که راجع به زبان افغانان و افغانستان است. بدانند که ما این زبان از کجا شده و چی جفا یا کلاهای در سر ما مردم نرفت. امیدوار هستم دوستان بسیار عزیز و محترم دقت بفرمان صحیح، که منده و قدر قوه افاده منده صحیح نیست، که امیدوار هستم که من بتانم به طریقی گفتن که دوستان ما بتانند درک کرد، چرا که بشخاصه که اگر معلومات یک اندازه راجع به این موضوعات داشته باشند به بسیار زودی درک میکنند موضوعاتی که پوشیده گذاشته شده یا ندانستن به هر ملحوظی که بوده از رویش رد شدن، اما به این گفتار بنده میدانن حقیقتهای تاریخی ده که به اونا بسیار خوشایند است. اما برای یک تعداد دیگر ما که گپای بنده را میشنوند که روی موضوعات معلومات ندارن، روزگار ما به شکل است که چیزهای مهمتر از این حرفا کرده است که ما وقت صرف کنیم. من مخصوص است مخصوصا نان پیدا کردن چی در افغانستان و چی در این ممالک. بنده هم که یک اندازه راجع به این موضوعات معلومات پیدا کرده به خاطر تلویزیون و گفتاری که من دوباره به خدمت دوستان عرض برسانم، در غیر صورت بنده هم نمیدونست. یعنی خدای نخواسته تر فکر نشه که آقای بچگک پیش بزرگ آمه خودم میگه مکتیداد میگی مردکه خود بچگک میگه. ما براستی مردکه هستم اما بچگک پیش بزرگ آمه خودم میگه. ما هنوز هم خود خورد فکر میکنم پیش بزرگانه که هنوز هم تشریف دارن الحمدلله. چی میگوی؟ خدمت عرض کردیم که چون از بنده سوال شده و یک سر یک موضوعی که ما تجسس کردیم باز یک کتاب با دیگر کتاب شد کرده و راجع به یک موضوع پالیدیم یک موضوع دیگر پیدا شد. به اون لحاظ دوستا اگر لطفا دقت بفرمایین بدرتان میخره، در غیر صورت خودتان میفهمین کارتان برادرای عزیز و محترم خواهران همچنان. دوستان بسیار عزیز و گرامی، یکی خو در هفته گذشته و خدمت برسانم که از بنده سوال شد گفت و گفتار بنده امروز راجع به سوال و سوالاتی که در هفته گذشته شده و مخصوصا از آقایی که بنده قسمی که عرض کرد در هفته گذشته، که فوق العاده من خوش و خرسند شدم که ای آقا مسج یا پیغام در پیغامگیری بنده 7-8-5-70-72 خرد و کوچولو به اصطلاح برادران ایرانی ما نوشته است، پیغام گذاشته بودن که یک مدت در گفتار در خلال گفتار بنده اظهار می کرده پارسی دری یا فارسی دری، اما یک وقت است که یک مدت دیگر می شود که بنده در گفتار زمیمه نمی سازم پارسی یا فارسی را در گفتار خود. چرا؟ که من بسیار خوش شدم که واقعا نشان صحیح می فرمایم که من یک مدت است که تنها راجع به فرهنگ و زبان که می شود در ری می گویم. فارسی یا فارسی زمینه نمی سازم. با
احترام و ادب و دوستی که با پارسیان و فارسیان یا ایرانیان کنونی بنده داره و تمام ایرانیان عزیز که من فوق العاده دوستشان دارم، ملت ایران مردمان شریف و نجیبی هستن. روی حقیقت بنده صحبت میکنه. امیدوار هستم که نه افغانان از بنده آزرده شده و نه ایرانیان عزیز. هر گپ و گفتاری که بنده صحبت میکنه، قسمی که گفته از اوا یا در اوا گز منم میکنم. روی یک سند به خدمت شما برز میرسانم که خود شما هم میتوانین که سند تماشا بفرمایین به چشم خود. بینندگان عزیز و محترم، گفت و گفتار بنده روی موضوع است. موضوع دیگری که من در هفته گذشته گفتم از خاطرم رفت که یک دوست ما سوال کرده بود از بنده که من چرا در گفتار خود وعده گفتار کردن بزرگ و بزرگان میگم، بزرگ و بزرگ سالان افغانی و بزرگ و بزرگ سالان ایرانی بود. منظورم از این موضوع چیست؟ یعنی هر دوش یک گپ است. دوستان بسیار عزیز، بیننده بسیار محترم، سوالی که کرده بودی از بنده و خدمت عرض برسانه، هفته گذشته من شروع کردم اما از خاطرم رفت که به خدمت عرض برسانه. امید است که برنامه رو ببینیم. شخصی که سنن بزرگ می شود پیش شخص بنده واجب الاحترام است، اگر شخص صالح می باشد. اما بنده بزرگی را به حساب بیشتر و گفتار فصیح المتکلمین شیخ الاجل سعدی شیرازی برز می رسند. یعنی هم نظر هستم به گفتار ایشان که ایشان می فرماین که جناب سعدی سبک به القابش من بیان میکنم خوش دارم که همون یک شخصیت هم و همون القاب بیان شده که لیاقت شده داره که آدم به یک ورق یک سفر القاب بیان کنه به او شخص به او لحاظ همیشه چی میکنم القاب برش میده. بزرگی جنابشان میفرمان که بزرگی به عقل است نبسال. این نیست که یک نفر سنش بزرگ است از سنن ای بزرگی نیست. دارایی به خرد است نه به مال. یک شخص میلیونر است نه یک احمق است. از پدرش برش میراس مانده بیلیون دلار یا هر پولی که هست، اما خودش کلیش از مکده کوچکتر. بزرگی عقل است نه با مال. و بزرگی و عقل است نه با سال، دارایی با خرد است نه با مال. این بود به این لحاظ بنده بزرگ و بزرگ سالان میگه. هم بزرگار برش منظور بنده هم بزرگاست و بزرگ سالان و هم بزرگ و بزرگ سالان. امید است که شنیده باشی گفتار بنده. اما آمدیم سر اصل مطلب. همشیری که از آلند برای بنده مسیج گذاشته بودن راجع به موضوعاتی که صحبت کردین، دمی گفتاری که امروز بنده به خدمت میرسانه سوال برادر دیگر ذکر میشه، امیدوار هستم که برنامه را تماشا بفرمایید. در اروپا خفورت جولای نیست آقای راقه؟ در اروپا خفورت جولای نیست. دوستان بسیار عزیز و محترم،
من راجع به فارسی و دری صحبت میکنم، مجبور هستم که کمک باز وقف برم، گرچه من روی این موضوع یک بار صحبت کردیم، اما این بار یک اندازه در معلومات بنده بیشتر شده که امیدوار هستم که قناعت بخش باشه. باز من خواهش میکنم از دوستان عزیز و محترم بنده که از بینندگان بنده که دوست خطاب میکنم، همه دوست بنده است، اما الحمدلله دشمن اید ندارم. اگه امروز که دشمن نشه به این گفتار بنده، امیدوار هستم بینندگان بسیار محترم، امیدوار هستم که دقیق گپای بنده رو بشنوید که سوی تفاهم رخ ندهد. منظور بنده فارسی یا پارسی و پشتو نیست. مثلا پشتو اصلا امروزی صحبت نمی کنم، پشتو در جایش است، با مو احترامی که برش دارم، که منظورم نیست که هیچ پشتو سر پشتو صحبت نمیشه، امروز تنها سر دری و پارسی یا فارسی که اردوش یکی است، که بعد از تشریف عربا که در خلال گفتار بنده میگه که چون ایشان پی نداشتن تلفظ کرده نمیتونستن پارس فارس گفت. هنوز هم عربانی که باشن شما داد معامله دارین، یک چیزی که به پی بگوینش که تلفظ کنه نمیتونه گفته، بی تلفظ میکنه. تدیز بیدی پیدی این روز ماش بیدی نگنش پیدی سب که بگوی پی میگه الف میگه انف هم خسی الف باره میده میشه بی میگه تلفظ این پی نمیتونم گفته. با هول لحاظ دوستان برادران عرب که تشریف آوردن اونا فی تلفظ کردن، یا باز ما هم فی گفتیم و در کتاب ها هم در لغتنامه هم فارسی ذکر شده زیاد، اما همه دانم که فارسی نیست، پارسیست. اما ببینین که اون بزرگان ما در کتاب هم فارسی چون مردم بدانن، اما حقیقت انسان باید بدانن دوستانه. اگر یک شخص سر مثال نمیریم که باز وقت دیر میشه، سر اصل موضوع میاییم. دوستا شما همیشه ما میخوایم شروع کنیم، میبینیم که از یک محل شروع کردیم، از اصل جایی مانده که باز از پیش مردم شروع میشه. دوستا ما ازم شروع که بدانیم، لطفا دقت بفرمایید. یک تعداد مردم زندگی می کردن میگویند در اواسط قفقاز، که این مردم همین مردم تاجکستان امروزی، مردم افغانستان یا افغانستان امروز، خراسان یک کمی پیشترش، پارت یا پهلو یکمی از او پیشترش، باز از او یکمی اگه پیشتر بریم ایران و آریانا، از او پیشتر بریم باز میشه آریانا. مردم امین مملکت و مردم ایران کنونی و یا پارس قدیم، این سه مملکت در یک نقطه زندگی میکردن. امی مردمی که فعلا در این ممالک زندگی میکنن میگوین در میگوین نی که در کتاب ها نوشته است، که بیشترین شمیره نوشته کرده، در اواسط قفقاز یک تعداد زندگی میکردن، میاین در آسیای میانه یک تعداد در اون نقطه، مستقر میشه، یک تعدادش از دریای جیهون یا آمو که در هفته گذشته راجعش صحبت کردیم میگذرن در بلخ، اسمشا را میگذارن در اونجا مستقر میشن،
یک تعداد دیگهش از کوه هندوکش میگذرن در هندوستان امروزی زندگی میکنن و یک تعداد دیگهش پیشتر میره، نامگذاری میشه شهرها و از طریق هروا یا هرات داخل میشن در مناطق مشهد و میشاپور، این مناطق ایران فعلی یا کنونی پیش میرن. دوباره در نقطه که آمده بودن همون تعداد پس در همون نقطه میرن، یعنی یک دایره را تشکیل میدن، در هر نقطه زندگی میکنن و آخرشان در اون نقطه که شروع کردن یک تعداد پس در همون شهر که آمده بودن در همون شهر میرن، اما دایره را تشکیل میدن که بنام هند و اروپایی یاد میشه. ای مردم است دوست که ما مردم است. بینندگان بسیار محترم، وقتی که در از دریا یا از آمو من دوباره پس میرم در سرگب، ای خو یک خلاص براتان من یک دوره گفتم که کی بوده در کجا شده. امی مملکت ها را بعدن تشکیل داده که افغانستان و ایران و تاجکستان و قفقاز و کجا و کجا که اسم فیلنش است. یعنی این مردم از اون نقطه شروع کرده پس اون نقطه دوباره گشت شد و امین نام هایی که فعلا شما میشنوید گذاشته شد و هر نام آیستا آیستا فعلا به امین نام های افغانستان، تاجکستان و ایران است. برمیگردم دوباره پس در شروع. وقتی که در از دریای آمو مردم گذشت، اسم مملکت گذاشته شد آریانا و آن طرف دریا که ماوراءالنهر نهر یا پار دریا میگویند تورانا. یک مدتی به می منوال گذشت، بعدن اسم به مرور زمان گذاشته شد ایران و توران، نه ایران امروزی بینندگان عزیز و محترم، یعنی وقتی که ایران گذاشته شد از بلخ شروع ایران شد. ایران فعلی خو بعد از ایران پارس آمد، بعد ایران دوباره آمد برای ایرانیان، ایرانیان کنونی. دوستا وقتی که بنده اگر کنونی در زبان بنده شنیدین، شما منظور بنده ایران فعلی است و اگر من ایران میگویم ایرانی قدیمی، شما بدانیم که منظور ما نقاط افغانستان فعلی است که 95 یا 99 درصد ایران گذشته مناطق افغانستان فعلی است، ایران قدیم یا ایران باستان که میگویم. مثلا یک موضوع که مرگب میزنم میخوایم از طرح یک میخوایم دوستان متوجه شوند تشریح میتونم با دست گپ از پیشم باز میرسیم، مگر میگیرمش گرفتمش. پس ایران و توران نام گذاشته شد دوستان و دوستان عزیز محترم. بعد یک قسمی که گفتیم نام مثلا سمنگان و بامیان و لغمان و پغمان، یعنی ایران، سمنگان، بامیان، لغمان، پغمان، بغلان، کلش به یک ردیف گذاشته شد نام ها که داریم، اصفهان، کرمان، اینا هم که منظورم در دل برادرهای ایرانی ما چیز نگرده. من در صحبت که میکنه برادران ایرانی و خواهران ایرانی که در دل خواهرها چیز نگرده، در جمله است، در جمله ما مردم. ای اسما گذاشته شد، پیش رفتن مردم، کثرت نفوذ زیاد شد، قسمی که عرض کردیم هر کس در هر گوشه کوشش کرد که به می شکلی که فعلا است اشخاصی که هوشیار هستند یا زمینه برشان مساعد بود
دمی زد و خورده که در افغانستان شد، هر کس خود در هر نقطه کشید، یک تعداد مردم هوشیار بگویم، با عقل بگویم، چالا هر چیز بود، اینجا عقلم بود، چالاکی و زرنگی هر چیز کار میکرد در اینجا، تانستن خود در بیشتر در ممالک خوبتر برسانن، مثلا امریکا. یک تعدادی که نتانستن و هر ملحوظی که بود چالاکی نداشتن، ماندن یک نقطه. یعنی در زندگی هر کس برای بهتر بودن کوشش میکنه. این چی به شخص تعلق داره؟ همچنین به شخص، برای یک خانواده، برای یک کوچه، یک مملکت، هر کس برای مطلب خود دلبری کنه. هر کس کوشش میکرد که اگر جای گرفته میبود بیشتر میرفت که یک جای بهتر یا به نزدیکی از او پیدا کنه. شخصی زندگی میکرد در بلخ به نام اخامنش، شخص فوق العاده هوشیار بود. ای آقا تشریف بردن در ایران کنونی و اولین شخص بسیار هوشیار بود، سردار به معنی نفر، سردار یعنی سر، شخصی که نفر میداشته باشه. تعداد دیگر هم امرایش بود. از این خانواده اولین پادشاه به نام کروش برآمد، کروش کبیر، شخصی بسیار عاقل، شخصی بسیار عادل، شخصی بسیار خوب، و شمشیر بیرون کرد بر جهان گشایی و هم جای گرفت. یهودان قسم کرس کردیم، گفتم دوستان مروی یک سر سگفا رو مزدیم در گذشته ها، یک تعداد چنیدن، یک تعداد نشنن، اما امروز اما تعداد زیاد در خانه هستن. کار بسیار خوب است که دوستا خبر شون. قسمی که عرض کردیم، هر محترمی و محترمی که سند از بنده میخواه و خطبه بسیار دیدی کشاده و دست بالا به خدمت برز مید خواهم رسن، تقدیم خواهم کرد اگر در مقابل یا به هر شکل خواسته باشه. جناب اخامنش تشریف بردن در اون نقاط و بعدن از خانواده، از مردم اخامنشی که بعدن سلسله اخامنشی گذاشته شدن، جناب کروش پادشاه شدن و پادشاه سر بزرگی بودن. یهودانی که در هراق بود که زندانی بودن، بسیار با از خراب زندگی میکردن، آزادشان کرد، به دین و عرف و عادات دیگر مردم احترام میگذاشت. به اون لحاظ پیشرفت زیاد کرد که عیناً امیر تیمور و کرگان به اون نقش پیش میرفت تا اندازه که میدان بر تا آخر و ایشان همچنان در عرف و عادت کس غرض نداشت، در دین مردم غرض نداشت، آدم عاقلی بود. بعدن پسرشان پادشاهش میشن، داریوش و ایشان هم چی کارهای عالی کردن؟ حقیقت از دوستا، اونا هم که اگر بگوین با ما تعلق داره، از بلخ رفتن، از این نقطه، از ما یک مردم هستیم، همه ما مردم، در اصل همه ما یک مردم هستیم، مخصوصا مردم ایران کنونی و افغانستان. این مردم دیگر باز اصلا لسانشان تغییر خورده و یک سلسله موضوعات، اما از ما مردم به اندازه نزدیک کسی مثل بچه امو، دو پسر امو، بچه امو، اگه برادر نیستن مثل پسر امو استیم، به اندازه نزدیک کسی مردم. من فعلا خود خیلی ازدواج ها صورت گرفته در ایران و افغانستان. اولش آقای راغب، خانم شما ایرانی است؟ ناشته کار بسیار خوب است، یک مردم است. امیدوار هستم سر بنده گپای، نه سر افغانا گپای بنده بد بخورن، نه سر ایرانیان عزیز.